داستان امروز هفت عادت. روزی فردی به وی رسید و از او خواست تا نصیحتی کرده تا او چون شود. وی او نظری انداخت قابل قیاس با نگاه عاقل اندر او. پس از مکسی کوتاه سخن چنین آغاز نمود: تو را هفت نصیحت کنم تا چون شوی. سه تا برای چون شدن درونی و سه تا برای چون شدن با دیگران. در نهایت چونی تو را نشان بدهم تا همه را در بر گرفته چون چون در شوی. عجب چیزی گفتم. اول بدان که تو تصمیم گیرنده زندگیت هستی و حق انتخاب داری. پس مشکلات را به گردن دیگران ننداز. بل آدم شو، بپذیر خودت خریت کردی اگر چون نشدی. دوم این که از خودت سوالات جدی بپرس تا هدف زندگیت مشخص شد. میخوایی چه شوی؟ فرض کن این دوران خریت به اتمام رسیده و تو را در گور چی پرانتز خر مینهند، خب چه خواهند گفت تو را بعد از مرگ؟ آن کن که بعد از مرگ خواهی دیگران نامندند بنامنند. سوم این که وقتی فهمیدی که هدفت چیست و آموختی این تو هستی که سرنوشتت را رقم میزنی، پس از زمانت به نحو احسنت باریکلا استفاده کن. وقت رو تلف نکن و بیاموز چگونه به اهدافت برسی. تا اینجا چون درونی شده ای و یک جورایی مستقل و از خریت کمی به دور. ولی ما انسان ها موجوداتی اجتماعی هستیم. خب سه تا راه بعدی در مورد چون شدن اجتماعی. به تو میگم تا از این مرحله که عصب شدی به مرحله بعدی برسی. یاد باشه ارتقای درجه پیدا کردی تا اینجا. چهارم که در ارتباط با دیگران به برد برد فکر کن. همیشه راهی هست تا هر دو طرف برنده باشند، اگر بر اساس اخلاق و معیارهای درست با هم ارتباط برقرار کنند. چه لفظ قلم. مثلا در مورد ازدواج، آیا میتونیم به برنده بازنده فکر کنیم یا برعکس؟ یعنی یکی برنده باشی یکی بازنده. و اگر در نهایت برنده برنده جواب نمیده توی ارتباط، مل کن، رها کن و با قدرت برو دنبال کارت. پنجمون که در ارتباط با دیگران ابتدا تلاش کن بفهمی. پس چی شد؟ ابتدا تلاش کن بفهمی، یعنی خوب گوش کنی. بعد تلاش کن تا فهمیده شوی، یعنی اول گوش کن و بعد حرف بزن. یکی خیلی سخته، ولی اگر میخوای ارتباطی چون داشته باشی اینو تمرین کن. ششمان که بعد از همه این موارد تلاش کن همفکری، همکاری یا به قول خارجی کیا سینرژی داشته باشی. یعنی که تلاش کن تا یکی به علاوه یک بیشتر از دو بشه. یعنی اگه دو نفر هستین نتیجه کارتون خیلی خیلی زیاد باشه. اگه به صورت شخصی و درونی چون جدا باشی، یعنی اون ستای اول که به مرحله عصبیت رسیدیم، بعد برنده برنده فکر کنیم و خوب گوش بدیم و راه ششم یعنی سینرژی و همفکری و همکاری رو داشته باشیم، چی میشه؟ میریم مرحله بعد که البته تمام اونا کمک میکنه تو این مرحله ششمه رو خوب انجام بدیم. کم بهش فکر کن. در نهایت مورد هفتم، در مورد رها کردن، استراحت کردن و هوای خودت رو داشتنه در همه لحظات زندگیت. یعنی به بدنت برس، ورزش کن، به ذهنت، روحت هم توجه ویژه داشته باش. گویند برای چون شدن روزی حداقل یک چون یا یک ساعت برای این مورد آخر بگذار. حالا بعد از این هفته به درجه چی رسیدی؟ آدمیت. چون شخصی و اجتماعی رسیدی و به چون شخصی و اجتماعی رسیدی. برکلا.
حالا بریم مرحله بعد.